او آمد منافع ما رو در ملی شدن صنعت نفت که خیلی زیاد بود آمد تقلیل داد به نفع سیاست های خارجی. بفرمایید کار مثبتی که ایشون کرده چه بوده؟ چه بوده؟ 30 سال 35 سال خدمت با این بودجه نفت و یه ملتی رو که زیر یوغ قدرت خودش گرفته و هر روز به فشار میاره چه کرده؟ چند تا دانشکده اضافه کرده؟ همین مسئله انرژی اتمی که الان مورد دعوا و اختلاف ماست بنیانش در زمان ایشون گذاشته شده، مگه هیچ شد؟ قوا به فسومان برای چی در پیمان سنتو بره؟ چه بهره‌ای ببره؟ بکشه کسانی که تا ماه پیش در خدمتش بودن و برایش خدمت کردن همه رو بگیر بکشه. مرحوم دکتر فاطمی، سید حسین فاطمی، اون نویسنده که در ملی شدن صنعت نفت نقش اصلی داشته به دلیلی که تبعیت از نظر ایشون نکرده، آخرین حرفش وقتی دارن میبرنش برای اعدام میگه نظامی ها توجه داشته باشید، من به خاطر منافع ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت اکنون میرم جام میدم، ولی بدانید به شما خیانت میکنه و این خانواده خائنه. کریم پور شیرازی آتشش میزنن که لذت ببرن. زندانیانی که محاکمه شون تموم شده از زندان مستقیما در صحرای جاده کرج میکشن. کسانی رو تحت عنوانی که آقا اینا فرار کردن میبردن میکشتن و به نام اینکه فرار کردن اسمشونی میبردن. روزی نبود که پرونده رزی نبود که اعلام بکنن امروز 6 نفر، فردا 7 نفر، پس فردا 12 نفر. به عناوین مختلف. مگر چه میگفتند اینها؟ هیچ کدوم اینا دایه مخالفت با سلطنتتو نداشتن. میگفتن شاه مقام غیر مسئول دخالت در کارهای اجرایی نکنه. همه عقلای قوم همینو میگفتن به ولی گوش نکرد. در تمام کارها در کوچکترین حد رئیس اینجا کی باشه، معاون کی باشه، اون خدمت شما کی وکیلی نقطه باشه کی، هر کدوم هم نرسیده به وسیله اعوان انصارش گذاشته. این میشه ریاست مملکت؟ یه مملکتی که خود دایی تاریخ 3000 ساله داری و داره، اینو آوردی به چه روزی انداختی؟ مردم راه علاج دیگه نداشتن، تو اصلاح پذیر نبودی. عرض کردم خود آیت الله خمینی در اعلامیه اولی کتاب تذکر بهت داد، مگه گوش کردی؟ اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتی که لایه کاپیتولاسیون بودی، یعنی استقلال قضایی مملکت از بین بود. استقلال قضایی مملکت اون موقعی که مرحوم دکتر مصدق آقای علی هیئت دادستان کل کشور سابقا هم وزیر دادگستری خود دکتر مصدق بوده درخواست ادای دراستی میکنی، با فشار تو قبول نمی کنن. اصلا از قانون، از اجرای قانون و اصل قانون گریزان بودی، به هیچ وجه نبودی و آمدی در یه توطئه شرکت کردی و از آمریکا کمک گرفتی. آمریکا برای اینکه بخواد در این مملکت پایگاهی داشته باشه دید بهترین قرنوکر تو هستی و به تو آوانس داد و به عنوان پلیس خاورمیانه اسم تو گذاشته بودن بین خودشون. زنهایی که آمدن نژاد قرمز از بین بردن و دارن هم میبرن، البته گرفتار نژاد زرد هستن، ولی نژاد قرمز رو دارن از بین میبرن، آمدن سر تو سوار شدن و تو دو دستی در اختیار اونها قرار گرفتی. نه این نیست که شما نگفته باشن
الان به تاریخ که مراجعه میکنه و خیلی از شخصیت ها رو که میبینی همه نصیحت کردن و وقتی ها که نصیحت کرده بودن مورد خشم و غضب قرار میگرفتن که اصلا نمیشه گوشون دیگه حرفا رو زد، هیچ نمیشه گفت. از امام جمعه تهران گرفته تا نصر تا خدمت شما کنم آقای سجلال تهرانی، این ها که قانون نامه ممکنه این دهشت در هر شرایطی هر کدوم این ها می آمدن تحت عنوانی که نصر همه رو ترد کردی. در ارتش یزدان پناهان که یه زمینه ای داشته تا اینو گذاشتش کنار، خیلی از اینها رو و دنبال میگشتی کسانی که حرف شما رو بزنن، دل شما رو پیاده کنن، نظر شما رو اعمال بکنن، نه اینکه حق رو بگن، نه. و در نتیجه این مسائلی که پیش آمد ملت ایران لاعلاج عرض کردم هیچ ملت ایران تقصیر در این مورد نداره، لاعلاج قیام عمومی گرفت، نارضایتی اوج گرفت که یک بار خودت فهمیدی که دیگه راهی نداری مگر تسلیم شدن، وگرنه یک سال قبلش مگه به شما نگفتن؟ قبل از شریف امامی گفتن آقا تسلیم قانون انحلال مجلس انتخابات بعدی، حتی تو خود مجلسیاتون گفتن، ولی نه آمدی باز برخلاف قانون، برخلاف قانونی که در صدر مشروطیت گذاشته بودن که وکلا اول میان رأی میدن ابراز تمایل میکنن، شما فقط چیکار میکنی؟ شما فقط تأیید میکنی و رأی و فرمان صادر میکنی، نه اینکه شما بگی آقای فلانو من معرفی میکنم شما قبولش بکنید. قانون اساسی مشروطیت ما بود که آقا شاه وقتی مجلس ابراز اعتماد کرد برای نخست وزیر شاه فرمان رو صادر میکنه و بعدم ایشون میاد به مجلس وزراشو معرفی میکنه. موقع وزرا مورد تایید قرار گرفتن این وزرا رو هم حالا میبره به شاه معرفی میکنه. شما همین رو هم زدید، من میگم این باشه، من میگم این نباشه، من میگم این کارو بکنید، من میگم این کارو نکنید، من میگم این اسلحه رو بخرید، من میگم نخرید، من میگم با اون کشور ارتباط بگیرید. آمدی بازی در بازی سیاسی خودتو قرار دادی، آمدی پول مردم رو کیف و میل کردی جشن بگیریم 2500 ساله ولیعهدی رو جشن بگیریم، تولدهایی رو که میگرفتی یادتون رفته، حالا همه اینا به عناوین مختلف هر شب مسافرت هایی که خانواده محترم پهلوی میشردن به اقصانقات دنیا، برای شکار را می افتدن می رفتن اقصانقات دنیا، آیا با مال خودشون می رفتن؟ نه. این همه طبیب داشتیم اینجا با پول این ملت خودشون می رفتن اطبای خارجی که 4 دفعه پول شهی بزن رو همیشه بیمارستان ساخت، 4 تا مدرسه ساخت، نه سازمان خدمات شاهنشاهی رو انداختیم بلیت فروختیم، از بلیت بهره بردیم، مسافرت دادیم بورس دادید، از مردم پول دادید بورس دادید به نام آمدید تحت این عنوان که آقا مبارزه با بیسوادی، از مردم از مؤسسات پول گرفتید ولی که کنارش همشون بورس شد دیگه رفتن خارج. نام ها ظاهر زیباست ولی عمق نداشت به هیچ وجه من الوجود، به همین دلیل بود که روزی که گفتن مردم مرگ بر شاه همه خوشحال شدن چون دیگه جایی نداشتی.
مگه اون ارتش به اون عظمت رو نداشتی؟ قراردادهای خارجی نداشتی؟ مگه به اونایی که تکه کرده بودی؟ به گیلاس‌های مشروبتو به نامو بر می‌داشتیم می‌خوردیم؟ مگه ازت حمایت کردن دیگه؟ دیدن نه میون ملت جا نداری. دیدن خودشون مفتزه میشن. همه شخصیت‌هایی که در این مملکت معتقد به ایرانیت بودن و مسلمان بودن و به سلطنت مشروطه اعتقاد داشتن که شاه درش مقام غیر مسئوله، همه اینا براتون گران بودن. خودت هیچ، چون برای ایران در اون شرایط جهانی میگفتن سلطنت شاه غیر مسئول به عنوان سمبول و یه حکومت ملی که با انتخابات صحیح انجام شده میتونه برای ما نجات بخش باشه و بود. 28 ماه حکومت دکتر مصدق بود، خجالت نکشیدید؟ 28 ماه حکومت دکتر مصدق، بیلان اقتصادی که داده سازمان های جهانی تایید کردن اون بیلانه، تو کسر بودجه نداشته، محاصره اقتصادی، محاصره از قالب نفت مملکت. الان 49% یا 52% بودجه مملکت میده. دو سال و نیم یک دونه پیز، نه شرق خرید، نه غرب خرید، نه شمال، نه جنوب، این مملکت اداره شد. با چنین کسی نساختید. چرا؟ او به شما قول داده بود که با شما مخالفت نکنه و قصد جمهوریت هم نداشت و دلش میخواست به ملتش خدمت بکنه و به اون خدمت بکنه و به دفعات تذکر داده بود که بقای شما، موجودیت شما میتواند مؤثر باشد در شرایط که شما دخالت نکنید. ولی حتی آمدید میخواستید فاطمه رو ازش بکشید. همای دوستان اونو ترغیب کردید بر علیهش، گروه بندی کردید. مگه شاهی میاد بر علیه نخست وزیرش گروه بندی بکنه، بر خودش تیم درست بکنه، به عنوان فدایان شاه بیان در خونه نخست وزیر همکاری بکنه، نهمسند ایجاد بکنه؟ ای توف بر این فرهنگی که در خانواده شما بود. از این جهت علتی که مردم قیام کردن و خواستن که بر ایران کسان دیگری حکومت بکنن که تابع قانون باشن و با قانون رفتار بکنن، منافع ملی رو بر منافع خودشون ترجیح بدن و بیان این مملکت رو در جهت صحیحی سوق بدن و قانون مداران اداره بکنن، فقط همین بود که نظام ایران عوض و تبدیل به نظام جمهوری بشه و آمدن با هم متحد شدن و مدت جهانیانم احساس کردن که این ملت با این قابل تقدیسه، قابل احترامه و میفهمن و تعلق خاطر دارن و به رسمیت شناختشون و پایگاه سلطنت از ایران برچیده شد و ملت ایران نجات پیدا کردن و نتیجتا نظام جمهوری اسلامی استقرار پیدا کرد. بیشتر از این نفس ندارم، منو خالی بخشید، انشالله عرض میخوام. خدا حافظ شما. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. حتما در گفتگوهای دیگه از خالم رفتم. نمیدونم، تمنام. حتما در گفتگوهای دیگه پرسشامون میکنی. خدا نگهدارتون تا گفتگوی دیگر. خواهش میکنم. خدا حافظشون. خدا حافظتون. سپاسگزار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی در تهران درباره اینکه چرا انقلاب سال 57 شد، آیا این انقلاب اجتناب پذیر بود، چرا همه تلاش‌ها و کوشش‌های مردمی و فعالین سیاسی و نیروهای ضد خشونت
برای بازگشت به اصل مشروطیت و اجرای قانون اساسی آن هم با توجه به شاهی که بر علیه نخست وزیر ملی و قانونی به همراه بیگانگان و عوامل داخلی کودتای ننگین و خائنانه کرده بود، همواره با بن‌بست روبرو می شد. دیکتاتوری و استبداد، فسادها و خیانتها، غارتها و دزدیهای شاهان پهلوی و خانواده و عوامل آنها توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.